امروز میخوایم داستان مرد کچل عقده‌ای رو براتون تعریف کنیم که دربان یه آپارتمانه و از اونجایی که به تمام کلیدهای واحدهای اون ساختمون دسترسی داره، هر شب زیر تخت یه دختر تنها مخفی میشه و بعد اینکه خوابش میبره، کارهای پشمریزونی انجام میده. به کانال فیلم استوری خوش اومدین. امروز میپردازیم به داستان فیلم Sleep Tight. در ابتدای داستان مرد کچلی به نام سزار رو میبینیم که کنار یه زن جوون به نام کلرا از خواب بیدار میشه. اون بعد اینکه لباسهاشو میپوشه از اون خونه میزنه بیرون و با آسانسور میره طبقه همکف و وارد خونه خودش میشه که پایین ترین و ساده ترین واحد اون ساختمونه. سزار بعد غسل جنابت یونیفرمشو میپوشه تا بره سر کارش و ما میفهمیم که اون دربان همون آپارتمانیه که توش زندگی میکنه. یکم بعد کلرا از خواب بیدار میشه و ما کنار تختش عکس خودش در کنار دوست پسرش رو میبینیم و میفهمیم که صاحب دختره یکی دیگه است. همون موقع یکی از همسایه‌ها میخواد دختر بچه‌شو ببره مدرسه و بعدش اون دختر که اسمش اورسولاست دور از چشم پدرش از سزار به زور پول میگیره که یه جور حق و سکوته. همزمان کلرا از همون بیرون میاد و حسابی خودشو سیخل میزنه که بره سر کارش. اون موقع بیرون رفتن با سزار احوالپرسی میکنه و سزار هم بهش یه روزنامه میده و کلرا ازش خداحافظی میکنه. بعدش سزار میره یه سری به مادر پیرش میزنه که توی یه بیمارستان بستریه و با مادرش شروع میکنه به حرف زدن راجع به کلرا، اما مادرش فقط به حرفاش گوش میده چون به خاطر بیماریش توان حرف زدن نداره. همون شب نظافتچی ساختمون به همراه پسرش از راه میرسن و سزار که ساعت کاریش تموم شده برمیگرده خونه و بعد اینکه لباسهاشو عوض میکنه کلید واحد کلرا رو برمیداره و میزنه بیرون. یکم بعد کلرا از سر کارش برمیگرده و نامه عاشقانه‌ای که براش اومده رو پاره میکنه. اون یه موزیک شاد پخش میکنه و شروع میکنه به رقصیدن و قر دادن و همون موقع ما میفهمیم که سزار زیر تخت کلرا خودشو مخفی کرده و داره بهش نگاه میکنه. اون منتظر میمونه تا کلرا خوابش ببره و بعدش با آینه‌ای که قبلا زیر تخت جاسازی کرده چکش میکنه و بعد اینکه از خواب بودن کلرا مطمئن میشه از زیر تخت میاد بیرون و روی یه دستمال کلروفرم میریزه تا کلرا رو باهاش بیهوش کنه. اون بعدش میره توی حموم خونه کلرا و از طریق یه سرنگ به لوازم آرایشش یه ماده شیمیایی اضافه میکنه و بعدش میفهمه کلرا یه کلکسیون اسپری حشره‌کش داره و همون موقع یه فکرایی به سر کچلش میزنه و بعدش میره کنار کلرا دراز میکشه و میخوابه. صبح که میشه سزار از مسواک کلرا استفاده میکنه و ساعت مچیشو بر میداره و از خونش میزنه بیرون، اما دم در با اورسولا همون دختر بچه‌ای که از سزار حق و سکوت گرفته بود روبرو میشه که خونشون واحد روبروی خونه کلراست. اورسولا سزار رو تهدید میکنه که باید این دفعه براش یه فیلم سوپر بیاره وگرنه به همه میگه که شبا میره پیش کلرا. خلاصه آفتاب که میزنه دختر بیگناه داستان از خواب بیدار میشه و از لوازم آرایشی آلوده شدهش استفاده میکنه و موقع بیرون رفتن سزار بهش میگه امروز میرم لوله سینک آشپزخونه رو برات تعمیر میکنم. کلرا هم ازش تشکر میکنه و میگه اگه ساعت مچیمو اونجا پیدا کردی حتما بهم خبر بده. بعدش سزار یه سری به مادرش میزنه و بهش میگه دیگه چیزی نمونده که خنده رو از صورت اون دختر محو کنم. اینجاست که ما میفهمیم که این مردی که یه منیوچ مخفیرتیخی چون خودش نمیتونه شاد باشه از ریدن تو شادی دیگران لذت میبره و کلرا رو انتخاب کرده چون همیشه دختر شاد و پر انرژیه. اون بعدش برمیگرده تا گرفتگی سینک آشپزخونه کلرا رو درست کنه و ما میفهمیم که خود توفسرش قبلا یه پارچه چپونده داخل لوله فاضلاب تا مسدود بشه. اون بعد اینکه پارچه رو از داخل لوله بیرون میاره ساعت کلرا رو میذاره روی میز تا وقتی برمیگرده اونو پیدا کنه. البته قبلش یکم مایع لوله بازکن اسیدی میریزه روش تا کلرا فکر کنه که اونو داخل لوله سینک پیدا کرده. سزار بعدش دوباره زیر تخت کلرا خودشو مخفی میکنه و میشنوه که کلرا با دوست پسرش در مورد پیدا شدن ساعتش توسط دربان حرف میزنه و میبینیم که سزار زیر تخت با شنیدن حرفهای کلرا خرکیف میشه. کلرا که میخوابه سزار از زیر تخت میاد بیرون و دوباره بیهوشش میکنه و بعدش میره توی حموم و آشپزخونه و تخم سوسک میماله داخل کابینه
کابینت ها تا بعد چند روز خونه پر از سوسک بشه. صبح روز بعد کلرا از خواب بیدار میشه و جلوی آینه متوجه میشه که پوست صورتش آسیب دیده و به خاطر همین میره دکتر و دکتر بهش میگه چند روزی از مواد آرایشی استفاده نکن و همین کار به نقشه سزار کمک میکنه تا کلرا فعلا متوجه رشد سوسکای داخل کابینت نشه. اما چند روز که میگذره اون متوجه میشه که صورتش خود به خود خوب شده و زمانی که در کابینت وسایل آرایشیش رو باز میکنه اون بعدش با وحشت از خونه میزنه بیرون و از آسانسور میره پایین و به سرعت از سزار کمک میخواد. سزار که وارد خونه کلرا میشه بهش میگه همه جا رو برات سمپاشی میکنم. البته انجام دادنش چند روزی طول میکشه. اینجاست که ما میفهمیم که سزار با این کارش میخواسته برای کلرا بیگیلی بیگیلی کنه تا این چند روز رو خونه اون بمونه. اما کلرا میگه من این مدت رو میرم خونه مادرم و سزار با شنیدن این حرف بقیه پشماش هم میریزه و روی سرش تبدیل به مکانی برای اسکی کردن پشه ها میشه. خلاصه سزار مشغول میشه گندی که زده رو سمپاشی کنه و همون موقع رئیسش میاد سراغش و بهش میگه سابقت رو درآوردم و فهمیدم سر هر کاری که بودی بیشتر از یکی دو ماه دووم نیاوردی و اخراجت کردن. به خاطر همین منم 15 روز بهت وقت میدم که آپارتمانم رو ترک کنی. بعدش سزار با کلرا تماس میگیره و بهش میگه آپارتمان تو اوکی کردم و میتونی برگردی. اون بلافاصله داخل کیفش تناب و عرب و چاقو میذاره و اونو با خودش میبره و دوباره زیر تخت کلرا مخفی میشه. اما وقتی کلرا برمیگرده سزار با دیدنش بد جوری شوکه میشه، چون میفهمه کلرا دوست پسرشو آورده خونه که آخر شبی با هم دعای پرفیض خداکنه نفت در بیاد و بخونن. بعدش اونا روی تخت مشغول تلمبه زدن میشن و به خاطر تکون خوردن بیش از حد تخت مایع بیهوشی که قبلن سزار زیر تخت جاسازی کرده بود فشار میخوره و میریزه روی صورتش. سزار بعد این اتفاق سعی میکنه نفسش رو نگه داره و همزمان که اونا مشغول عملیاتن و حواسشون نیست با سینه خیز رفتن از زیر تخت میاد بیرون و از اتاق میره. اما موقعی که به در خروجی میرسه میفهمه که در قفله و کلید رو اشتباه برداشته. روز بعد میبینیم که سزار داخل وان همون به هوش میاد و کلرا آبو باز میکنه که گرم بشه، اما روحش هم خبر نداره که سزار داخل وانه. تو همین لحظه دوست پسرش مارکوس صداش میزنه چون وسایل سزار رو زیر تخت پیدا کرده. کلرا هم میگه ممکنه مال دربان باشه چون تا دیروز داشته خونم رو سمپاشی میکرده. خلاصه سزار توی خونه هر کاری میکنه که دیده نشه و وقتی کلرا و مارکوس میرن داخل حموم مخفیانه میره سراغ وسایلش و کلید رو برمی‌داره و موقع فرار سزار موفق میشه اونا رو قانع کنه که وسایلش رو اینجا جا گذاشته بود و نمیدونسته که کلرا برگشته. بعدش همون روز کلرا به سزار خبر میده که قرار 4 روز با مارکوس به تعطیلات بره و همون شب سزار میره روی پشت بوم تا خودش رو پرت کنه پایین که به گوز عظما بره که یه دفعه میبینه کلرا و مارکوس با یه تاکسی برمیگردن و اونم سریع برمیگرده زیر تخت تا بفهمه جریان چی بوده. اونا که وارد خونه میشن سزار میشنوه که دارن با هم جر و بحث میکنن به خاطر اینکه کلرا 4 هفته است که باردار شده، در حالی که مارکوس 6 هفته است که اونو ندیده و امکان نداره که پدر بچه مارکوس باشه. کلرا هم با شنیدن این حرفها از مارکوس بد جوری ناراحت میشه و سزار که زیر تخت همه چیز رو میشنوه بعد از خوابیدنشون جفتشون رو بیهوش میکنه و شروع میکنه به حرف زدن با کلرا. روز بعد مارکوس میره در خونه سزار و بهش میگه هنوزم توی خونه کلرا سوسک است. اگه میشه وسایلتو بیار تا دوباره سمپاشیش کنی. سزار هم همراهش میره و وقتی وارد اتاق کلرا میشه میفهمه که مارکوس تختشو زیر و رو کرده و از کارهایی که با کلرا انجام داده باخبر شده. اونا بعدش با هم درگیر میشن و سزار گردن مارکوس رو با یه تیکه از آینه‌ای که قبلا زیر تخت کلرا جاساز کرده بود زخمی میکنه و اونو میکشه داخل وان حموم و آبو باز میکنه تا یه جوری صحنه سازی کنه که انگار مارکوس خودکشی
کرده. سزار بعدش برمیگرده خونه‌اش تا وسایلش رو جمع کنه و از اونجا بره و همون موقع پلیس‌ها میان سراغش و با خودشون به خونه کلرا میبرنش و جسد مارکوس رو بهش نشون میدن و شروع میکنن ازش سوال میپرسن که اونم جوابشون رو میده. اما وقتی برمیگرده خونه یه نوشته روی دیوار میبینه که روش نوشته شده من دیدمه. اون میفهمه که این کار رو اون دختر بچهه اورسولا انجام داده و شب که میشه پدر و مادرش رو بیهوش میکنه و میره سراغش و بهش میگه اگه چیزی به پلیسا بگی ترتیب خانوادتو میدم. روز بعد کلرا که دیگه اون سرزندگی و شادابی رو نداره و همراه مادرش اون ساختمون رو ترک میکنه و همون موقع سزار میاد و بهش تسلیت میگه. حدوداً یک سال بعد میبینیم که کلرا بچهشو به دنیا آورده و یه روز یه نامه از طرف سزار به دستش میرسه که توش همه چیزو براش تعریف کرده و نوشته امیدوارم هر موقع بچه‌مونو میبینی یاد من بیفتی. برای دانلود این فیلم میتونید به کانال تلگرام ما که لینکشو این پایین براتون نوشتیم مراجعه کنید.